با درود بیکران بار دیگر با شما هستیم در برنامه دیگر از پادیاوند فرهنگی سیاسی اقتصادی و راهبردی. در آغازین برنامه به هر حال تبریکات صمیمانه خودم در جشن سایبان ها و شادی و پایکوبی هوشانا رابا خدمت یکایک جوامع یهود رو ابراز می کنم. در وهله دوم با آشنایی با آنچه که در در حال انبیای یهود از زکریا که گفته شده و همینطور یشعیا که آمده، جشن سایبان ها همانند جشن های دیگر نیست، بلکه جشن سایبان ها در اون 70 ملت همدلی می کنند و در این جشن سایبان ها در کنار یهودیان 70 قربانی به معبد سلیمانی می آوردن. همینطور که امروز ما شاهد آن هستیم که آن عادی سازی روابط کشورهای عربی و اسرائیلی، حالا چه بحرین رو در نظر بگیرید چه بر حال دبی، همینطور مراکش و یکایک کشورهای دیگر از سودان گرفته مصر در 1979 و همینطور اردن هاشمی 1994 ما رو برای می سازه که ببینیم تا چند دوزه عرب و اسرائیل با تمام تضادهایی که دارند پای میز صلح آمدن و در کنار یکدیگر میتونن در قبال آنچه که در خاورمیانه داره میگذره با یکدیگر همکنشی داشته باشن، تعامل فرهنگی داشته باشن در بهبود وضعیت جامعه. قسمت اولین برنامه رو ما با اگر دقت کرده باشید این قسمت هایی که ما میبینیم وقتی که دانشجویان برای برنامه تقلید و برفلایت به اسرائیل میان که بیش از میشه گفت 500,000 دانشجویان اسرائیلی به رایگان برای 10 روز به اسرائیل میان که من موفق شدم بیش از 2250 تا دانشجو رو از این طریق به اسرائیل بیارن، جالب بود که در این روزهای که 72 سال اسرائیل بود با آنها با یه چیز غیر مترقبه روبرو شده و اینی که گروهی از نوجوانان اسرائیلی آمدند و آنها را استقبال کردند برای اینها که ممکنه از یهودیت هیچی نمیدونن، ریفورم کنسرواتیو هستند و از اصلا دنیای یهود به دور باشن، برای اولین بار آنها هستش که وارد اسرائیل میشن رو به چگونه قلمداد میکنن. از این رو اهمیت خاصی داره آنچه که ما امروزه به عنوان یهودیان در اسرائیل مینگریم و آنی که یهودیانی که در سراسر دنیا قرار دارن. پرسش هایی که